Hello again, page 107, true, false, not given. اگر یادتون باشه در فایل قبلی توضیح دادیم که گاهی اوقات در سوال از ما میپرسن که این گزینه‌ای که دادیم درست هست، غلطه یا اینکه اصلا در متن راجع به صحبت نشده. توضیح رو با هم دیگه میخونیم. In this type of task, you have to say if a statement is true. باید بگیم که این بیانی که گفته شده درسته. کدوم بیان؟ It agrees with the information in the passage. با اون اطلاعاتی که در متن داده شده مطابقت داره، موافقه. برای همین میگیم true. False. چه زمانی میگیم غلطه؟ It does not agree with the information in the passage. پس با اون اطلاعاتی که در متن داده شده اصلا تطبیق نداره، موافقت نداره. It says the opposite. مخالف اون رو میگه. Or something different، یا یه چیز متفاوت. Or whether the information in the statement is not given in the passage. پس گاهی اوقات هم اون اطلاعات در متن داده نشده. There is nothing in the passage to indicate if it is true or false. هیچ اطلاعاتی، هیچ بیانی گفته نشده که نشون بده که این درسته یا غلطه. You must give your answer only according to what is in the passage. باید بر اساس اون چیزی که در متن گفته شده پاسخ بدیم. این خیلی مهمه. You must not use your own knowledge about the topic. نباید بگیم خب من راجع به این اطلاعات دارم پس میگم درسته یا غلطه. اصلا نباید به اطلاعات خودتون تکیه بکنید. باید بر اساس اون چیزی که در متن گفته پاسخ بدیم. The questions are in the same order as the information in the text. بازم تکرار کرده، گفته سوالات بر اساس ترتیبی که اطلاعات در متن داده شده، سوالات هم به همون شکل مرتب شده. این رو باید خیلی دقت کنید. و اما part 4. Read the text in 1 minute. تو یک دقیقه متن بخونید. Tell your partner anything you can remember. به دوستتون اون چیزی که به خاطر میارید رو بگید. Don't worry about giving exact information. راجع به این که بخواید اطلاعات دقیق بدید نگران نباشید. You could use these expressions. خیلی قشنگ ماده به ما گفته به چه شکل بگیم. اولین حالت، اولین شکل. There was something about. I don't remember the details, but it involved. There is a game which is a bit like. پس میگه میتونید این شکلی بیان خودتون رو شروع کنید و بعد اطلاعات دیگر رو بهش اضافه بکنید. و اما متنی که به اون داده. Unusual sports. ورزش هایی که غیر معمولن، عجیب غریبن. A. Do you ever get bored with the same old sports? میگه تا حالا از این ورزش های قدیمی که همیشه انجام میدید خسته شدید؟ If you're tired of tennis, fed up with football or bored of basketball, don't worry. اگر از تنیس خسته شدید، اگر با فوتبال خسته شدید یا از فوتبال مزجر شدید یا از بسکتبال خسته شدید، نگران نباشید. There are plenty of new and unusual sports out there for you to try. پس ورزش های زیادی وجود دارن که میتونید اونها رو امتحان کنید و این ورزش ها یه جور ورزش های غیر معمولن. Many of these are a mix of existing sports. خیلی از اینها مخلوطی از ورزش های موجودن. Sometimes with a local element added. گاهی اوقات هم عوامل محلی رو اومدن بهشون اضافه کردن. مثلا basketball for example is a mix of football and volleyball. پس basketball مخلوطی از فوتبال و والیباله. Played on an inflatable pitch with a trampoline in the middle. پس بازی میشه روی یک زمینی که میتونن اون زمین رو باد کنن، قابل باد شدنه و در وسطش هم یک ترامپولین وجود داره. To make it more exciting، برای اینکه اون رو خیلی هیجان آور بکنن، it also has elements of Brazilian martial arts. اومدن هنرهای رزمی برزیلی رو بهش اضافه کردن. B.
If you are very good at horse riding, you could try the national sport of Afghanistan, بزکشی. اگر شما در اسب سواری مهارت دارید میتونید ورزش رسمی افغانستان رو که بزکشی است امتحان کنید. Many versions have been played in the Central Asia region for hundreds of years. روش های دیگه یا ورژن های دیگه از این بازی در مناطقی از آسیای میانه برای صدها ساله که داره بازی میشه و انجام میشه. The game involves players on horseback trying to get hold of a dead goat. در این ورزش چند از سوار سعی میکنن که یک بز مرده رو به دست بیارن. The Afghan Bozkashi Federation wants the game to spread throughout the world and has finally written down the rules because they hope to get Olympic status for the sport. فدراسیون بزکشی افغانستان میخواد که این بازی رو در سراسر دنیا گسترش بده و اخیراً هم اومده قوانینش رو نوشت. به این دلیل که اونها امیدوارن که یک جایگاه المپیکی رو برای این ورزش به وجود بیارن. و اما پارت C, sport that is more likely to become famous is kabaddi. اون ورزشی که احتمال زیاد داره مشهور میشه کبدی هست. It is popular in India and other parts of South Asia. در هند و در بخش های دیگری از آسیای جنوبی مشهوره. It is similar in some ways to the game called tag or it. به روش های شبیه بازی تگ. تگ از اون بازیایی که معمولا بچه ها بازی میکنن و یه بچه میدوه و سعی میکنه که دیگران رو تاچ بکنه. پس این بازی به روش های شبیه بازی تگ or it which school children play که بچه های مدرسه بازی میکنن. One person is it, یه شخصی اسمش it and has to catch the others و باید بقیه رو بگیره. این که بعدی a raider from one team tries to tag player from the other team and return to their own half of the field without getting caught. خب در کبدی یک فردی به نام ریدر یک فردی انتخاب میشه، میره تو زمین تیم مقابل و سعی میکنه که دیگران رو تاچ بکنه و بدون این که گرفتار بشه و اونها بگیرن چکار بکنه، برگرده به زمین خودش. In some versions of the game، در بعضی از ورژن های این بازی، the raider must chant the word kabaddi as he returns to his place. باید اون ریدر، اون فردی که رفته به زمین تیم مقابل، کلمه که بعدی رو مرتب تکرار کنه، که بعدی که بعدی که بعدی، تا اینکه برگرده به زمین خودشون. که بعدی is good fun، هم fun، good exercise، تمرین خوبی، and doesn't need any equipment، و نیازی به هیچ تجهیزاتی نداره. دقت کنید که این میتونه نکته امتحانی باشه. It is played at the Asian games و در بازی های آسیایی هم انجام میشه. و اما دی، اگر در این تصویر نگاه بکنید در راجع به دی صحبت میکنه. There is an unusual sport which describes itself as a classic mix of brains and brawn. یه بازیه که هم باید درش برین باشه، مغز باشه، و هم برون، یعنی باید قوی باشه. پس یه میکسی از در حقیقت مغز و قدرت بدنیه. The game called chess boxing. اسم این بازی هم chess boxing. Involves a round of chess and then a round of boxing. یه دور شطرنج و یه دور هم بوکسه. Then another of chess and so on. همین جور این ترتیب ادامه پیدا میکنه. There is 1 minute between rounds. بین راوند ها هم یک دقیقه وجود داره. The first chess boxing world championship took place in 2003 in Amsterdam and was won by Dutchman Lep Robing. پس اولین چس باکسینگ، اولین دورش
در آمستردام بوده در سال 2003 که یک فرد هلندی به نام لپ رابین برنده شده. Since then, از اونجا به بعد, it has become more popular. مشهورتر شده. Particularly in Germany, the UK, India and Russia. در این کشورها چیکار کرده؟ مشهورتر شده. It is difficult sport. یه ورزش سختیه. اینجا هم نکته داره. قطعا در سوالات پایانی از این نکته استفاده میشه. It is a difficult sport as players need to be very good at two very different activities. به این دلیل که ورزشکارا باید در دو رشته خیلی متفاوت مهارت داشته باشند. And be able to switch quickly between the two. و باید خیلی سریع بین این دوتا تغییر بدن و این راوند رو مرتب تکرار بکنن. E, finally, an unusual sport that will be familiar to most of us is Rochambeau, which began in China about 2,000 years ago and spread gradually to the rest of the world. در پایان ورزشی که غیر معموله و بیشتر ما اون رو میشناسیم اسمش روشامبوه که در چین حدود 2000 سال قبل شروع شده و به صورت gradually یعنی کم کم در سرتاسر دنیا در بقیه دنیا هم گسترش پیدا کرده. Played by young and old. این هم باز نکته است. هم با جوونا اجرا میشه هم پیرها و بزرگ سالان. In the UK it is known as rock paper scissors. در UK هم بهش میگن سنگ کاغذ قیچی. It is surprising that it is called sport. خیلی جای شگفتی داره که بهش میگن ورزش and taken so seriously و خیلی اون رو جدی میگیرن. اینم باز نکته است. There's a World Rock Paper Scissors Society and a league which holds championships every year. یه جامعه ای هست که اون رو انجام میدن. لیگ داره و مسابقات قهرمانی داره که هر سال برگزار میشه. So whatever kind of sport you like, هر نوع ورزشی که شما دوست دارید, there is something new. یه چیز جدیدی وجود داره. And interesting for you to try. و جالبه برای شما که اون رو امتحان کنید. اینم از پایان صفحه 107. در صفحات 108 و 109 سوالاتی که مربوط به این متن هستن رو کاور خواهیم کرد. Take care, bye.